چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من، کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من. نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت. درود عرض میکنم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید. به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدید. در این سری برنامه ها ما تمام کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم، از کتاب پیدایش تا کتاب مکاشفه. همچنان در حال مطالعه کتب عهد عتیق و به طور خاص کتاب مزامیر هستیم و در این قسمت برنامه مزمور 72 رو بررسی میکنیم. مزمور 72 آخرین مزمور در کتاب دوم از کتب فرعی مزامیره. مزامیر در نسخه عبری به چند کتاب فرعی تقسیم شده. این دومین کتابه که با مزمور 72 تموم میشه. در ابتدا اجازه میخوام تا خوش آمد بگم به مهمان گرانقدر برنامه، برادر یوسف ریاض. درود بر شما برادر. درود بر شما. همچنین درود و خوش آمد میگم به شما حضار گرامی. برادر یوسف لطفاً عنوان این مزمور رو بگید، عنوانی که موضوع اصلی این مزمور رو خلاصه میکنه. عنوانی که به این مزمور میدیم پادشاه کامله. در آینده پادشاهی میاد که زمین مثل اون رو تا به حال به خودش ندیده. اینجا در مورد حدود و گستردگی پادشاهی او میگه و همینطور در مورد برکات این پادشاهی سعادتمند. بسیار خوب، لطفاً توضیحی بفرمایید درباره تقسیم بندی این مزمور. خب، از آیه 1 تا آیه 4 میتونیم پادشاهی عادلانه عیسی مسیح رو ببینیم. از آیه 5 تا آیه 11 میتونیم دامنه پادشاهی وسیع او رو ببینیم. سپس از آیه 12 تا پایان این مزمور برکات پادشاهی سعادتمند او رو میبینیم. در ارتباط با عدالت پادشاهیش میگه خدایا به پادشاه بیاموز که با انصاف تو داوری نماید و انصاف خود را به او عطا فرما تا بر قوم تو با عدالت و انصاف حکومت کند و مظلومان را با انصاف دادرسی نماید. آنگاه در سراسر مملکت کامیابی و عدالت به بار خواهد آمد تا فقیران با انصاف داوری شوند و حاجت نیازمندان برآورده گردد و ظالمان نابود گردند. در روزگاری که در اون زندگی می کنیم، مردم از ناعدالتی‌های اجتماعی و ظلم پادشاهان بله. و رئیس جمهورها رنج می‌برند. دنیا در حال حاضر پر از بی‌عدالتی و ظلم و مردم از بی‌عدالتی می‌نالند. با توجه به این موضوع راجع به سلطنت مسیح بگید. خب، همونطور که شما گفتین، مردم در رنج و درد هستند، به خصوص اقلیت‌ها. به اونها در تمامی کشورها توسط اکثریت ظلم میشه و باهاشون بدرفتاری میشه. اما این پادشاه عادل چه کار میکنه؟ باعث تعجبه که در همین مزمور کوتاه کلمه فقیر بارها و بارها تکرار شده و این تکرار کمتر از 3 مرتبه نیست. مثلا در آیه 2 میخونیم مظلومان و در آیه 4 میگه تا فقیران با انصاف داوری شوند و در آیه 12 میگه مسکینانی را که بیکسند یاری مینماید. پس او به فکر فقراست. مثل اولین باری که به جهان اومد، خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما که فقیرید، روح خداوند بر من است. او مرا مسح کرده است تا به بینوایان مژده دهم. امروز چه کسی به فکر فقراست؟ ما فقط به کسایی که میتونن تهدیدمون کنن توجه میکنیم، اما مردم فقرا رو پایمال میکنن. اما این پادشاه بزرگ و عادل که یک بار اومد اما جان داد و پادشاهی نداشت، دوباره میاد و بر تمامی زمین سلطنت میکنه و ما بهای برقراری عدل و انصاف رو فراموش نمیکنیم. دقیقاً میخونیم با او با خشونت رفتار شد اما دهان خود را نگشود. میخوام برداشتتون رو از آیه 3 بدونم. ترجمه هزاره میگه باشد که کوها برای قوم وفور نعمت به بار آورند. کلمه کوها در کتاب مقدس نماد حکومت هاست، یعنی حکام، پادشاهان و رئیس جمهورها برای مردم کامیابی میارن.
و به باور من تپه ها کمتر از کوه ها هستن، مثل شهردار یا رئیس مجلس یا فرماندار هر ایالت در ایالات متحده آمریکا و امثال اینها. پس تپه ها و کوه ها که در هیچ کدوم نیکویی نیست، اما پادشاهی به عدالت سلطنت خواهد نمود و سروران به انصاف حکمرانی خواهند کرد و مردی مثل پناهگاهی از باد و پوششی از طوفان خواهد بود و مانند جویی های آب در جای خشک و سایه صخره عظیم در زمین تعباورنده خواهد بود. او خواهد اومد، پادشاه صلح میاد برای اینکه صلح بیاره. تمامی پادشاهان زمین که بهشون اجازه سلطنت میده باید با صلح فرمان روایی کنند و در غیر این صورت قادر به سلطنت نخواهند بود، چون او سرور صلح. شما گفتید که بخش اول از آیه 1 تا 4 به پادشاهی مسیح اشاره میکنه. بله. و از آیه 5 درباره دامنه، وسعت و حدود این پادشاهی صحبت میکنه. درسته. حدود این پادشاهی چقدره؟ دومین کتاب از 5 کتاب موسی یعنی خروج با گریه قوم شروع شده و با جلال خدا در معبد تموم میشه و همونطور که گفتیم کتاب مزمور هم به 5 کتاب فرعی تقسیم شده و دومین کتاب مزمور معادل کتاب خروجه. پس با گریه قوم شروع میشه، یعنی مزامیر 42، 43 و 44 و با جلال تموم میشه و این جلال نه تنها معبد رو بلکه تمام دنیا رو پر کرد. در هر نقطه ای از جهان به جلال خدا اعتراف میکنن. میخونیم: اما همانطور که دریاها پر از آب میباشند، زمین نیز از حکمت و جلال خداوند پر خواهد شد. منظور از این آیه جاهای پراکنده نیست، یعنی نقطه هایی که با کیلومترها فاصله از همدیگه جدا شده باشن. نه، تمامی زمین از معرفت و حکمت خدا پر میشه، مثل آبی که دریا رو میپوشونه و این یعنی هیچ نقطه‌ای در زمین از جلال خدا بی بهره نمیمونه. همونطور که در اشعیا 6:3 اومده، خداوند متعال که جلالش جهان را پر ساخته است. بسیار خوب، اجازه بدید تا استراحت کوتاهی داشته باشیم. بینندگان عزیز، به زودی برمیگردیم، با ما همراه باشید. با مزمور 72 کتاب دوم مزامیر به پایان میرسد که معادل کتاب خروج است. کتاب خروج با حضور جلال خدا در خیمه اجتماع تمام میشود. این یک مزمور نبوتی است که اشاره میکند به آمدن مسیح موعود برای برقراری پادشاهیش. پادشاهی مسیح یک پادشاهی دائمی است. ملت‌ها او را برکت می‌دهند و زمین آکنده از جلالش می‌شود. این یک پادشاهی عادلانه، کامل و دائمی است، زمانی که زمین از جلال عظیم او پر می‌شود. به دومین بخش از برنامه امروز و ادامه مطالعه مزمور 72 خوش اومدین. سوالی هست؟ لطفاً توضیحی بدین درباره حدود پادشاهی مسیح، از دریا تا دریا و از رود فرات تا دورترین نقطه جهان. برادر، حدود پادشاهی مسیح چقدره؟ در زمانهای قدیم، یعنی وقتی که کشور بریتانیا یک امپراتوری بزرگ بود، راجع بهش میگفتن امپراتوریه که در اون خورشید هرگز غروب نمیکنه و این یعنی وقتی خورشید در بریتانیا غروب میکنه، در سنگاپور، در هند یا در کانادا و یا در استرالیا طلوع میکنه. اما بریتانیا کل جهانو پوشش نداد، ولی در مورد پادشاهی مسیح خورشید طلوع نمی‌کنه مگر بر ممالکش، یعنی هیچ نقطه‌ای در جهان وجود نخواهد داشت که زیر پادشاهی مسیح نباشه. اینجا راجع بهش میگه از دریا تا دریا، تا دورترین نقطه جهان. او میخواد بگه هیچ نقطه‌ای در جهان وجود نداره که از حاکمیت مسیح بی‌نصیب باشه. آیه 9 در مورد چند شهر و کشور صحبت میکنه و میگه دشمنانش در برابر او زانو زنند و در مقابل او به خاک بیفتند. پادشاهان اسپانیا و جزایر و همه سلاطین شبا و سبا برای او هدایا بیاورند، تمام پادشاهان در حضور او تعظیم نمایند و همه ملت‌ها او را خدمت کنند. درباره اقوام زمین و ارتباطشون با پادشاهی هزار سالی مسیح بگید. این موضوع جدیدی در کلام خدا نیست. مثلا اشعیا 60 میگه کاروان بزرگ شطور از مدیان و ایفا میآیند، از شبا طلا و بخور میآورند و مردم این خبر خوش را به یکدیگر میدهند
و میگویند که خدا چه کرده است. وقتی زکریا فصل 14 رو میخونیم میبینیم که همه پادشاهان هر ساله برای تقدیم پرستش و دادن هدایا میان. اینجا به ما میگه تمام ثروت‌های دنیا متعلق به خداوند عیسی مسیحه و او شایسته این ثروته. این در مقیاس کوچک در ظهور اولیه مسیح رخ داد. وقتی مجوسیان اومدن و با خودشون طلا، کندور و مر آوردن. اما در اشعیا 66 هیچ مری وجود نداره، بلکه فقط طلا و کندوره. چرا اسمی از مر نمیاد؟ چون عیسی مسیح با ظهور اولیه‌اش تمامی مرها رو تموم کرد و فقط طلا و کندور موند. در آینده اقوام او رو به عنوان پادشاه و کاهن اعظم و خدای ظاهر شده در جسم میپرستند. من سوالی دارم درباره اقوامی که در پادشاهی هزاره برکت میگیرند. آیا مصر هم جزو اقوامیه که در پادشاهی هزاره برکت مییابه؟ مصر جزء اولین کشورهایی که از این برکت برخوردار میشه. در اشعیا 19 آیه راجع به مصر میگه وقتی زمان آن برسد اسرائیل با مصر و آشور برابر خواهد گشت و این سه ملت باعث برکت جهان خواهند شد. خداوند متعال آنها را برکت میدهد و خواهد گفت ای مصر ای قوم من و تو ای آشور که تو را آفریدم و تو اسرائیل قوم برگزیده من همه شما را برکت میدهم. و در مزمور 68 میگه مصر سفیران خود را خواهد فرستاد و حبشه دست دعا به سوی خدا خواهد برافراشت. پس مشخصه که کل دنیا برکت میگیره و به طور خاص مصر. بنابراین در اشعیا 19 میبینیم که خداوند قوم مصر، آشور و اسرائیل رو برکت میده. آیا الان وقتشه؟ نه امروز نیست، بلکه روزیه که خداوند بر همه کشورها سلطنت کنه. در اون روز خداوند قومش مصر، آشور و قوم برگزیدش اسرائیل رو برکت میده. پس میفهمیم که سه قومی که درباره برکت به هم ربط دارن، یعنی مصر، بله، آشور و اسرائیل، هر سه در یک زمان و به یک شکل برکت خواهند یافت. دلیلش چیه؟ چون مصر، آشور و اسرائیل از هام، سام و یافث هستند. و وقتی تاریخچه این کشورها رو میخونید میبینید که همیشه در جنگ و درگیری بودن. اما در اون روز بین مصر و آشور بزرگراهی بزرگ خواهد بود، بزرگراهی باز، و برکت این سه کشور از آن این سه نسل خواهد بود. نسل سام یعنی اسرائیل، نسل یافث یعنی آشور، و نسل هام یعنی مصر. و البته این اتفاق در حال حاضر رخ نمیده. نه الان رخ نمیده. درسته. لطفاً تفسیر آیه 12 رو بگید. وقتی نیازمندان تقاضا کنند آنها را کمک می کند و مسکینانی را که بیکسند یاری می نماید. بر ضعیفان و نیازمندان رحم می کند و آنها را نجات خواهد داد. آنها را از ظلم ظالم و از شر بدخواهان می رهاند، زیرا زندگی آنها در نظرش گرانبهاست. عمر پادشاه دراز باد، طلای شبا نصیب او گردد و دعای خیر بدرقه راهش. لطفاً برداشتتون رو از این آیات بگید، به خصوص انصاف در حق مظلومین. وقتی میگه زندگی آنها در نظرش گرانبهاست، چقدر جان مردم امروزه؟ بیارزشه. بله بسیار بیارزشه. این یعنی خبر مرگ آدم ها بیارزشه و به یک چیز عادی تبدیل شده و تأثیری روی ما نداره. وقتی میشنویم 40 نفر فلانجا یا 70 نفر فلانجا مردن در قتل و بمباران، بله درسته، قتل و بمباران چیزای ترسناکی هن. آیا در پادشاهی مسیح هم اینطوره؟ هرگز. در پادشاهی او صلح برقراره، حتی بین حیوانات درنده. اونها به طبیعت اهلیشون برمیگردن. اینو از نبوت اشعیا میفهمیم. اینجا میگه زیرا زندگی آنها در نظرش گرانبهاست و اونها یعنی مسکینان رو از ظلم نجات میده. یعنی کسانی که هیچ کس به فکرشون نیست، اما خداوند از اونها مراقبت و محافظت میکنه. منظور از عمر پادشاه دراز باد، طلای شبا نصیب او گردد چیه؟ در آیه 15 میگه دعای خیر بدرقه راهش و برکات خدا شامل حالش باد. عمر پادشاه دراز باد راجع به پادشاه صحبت میکنه، اما به معنی درودی که به پادشاه میفرستن نیست، بلکه یعنی پادشاهی این پادشاه تا ابد برقرار میمونه، همونطور که جبرائیل به مریم گفت او تا ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت. و طلای شبا نصیب او گردد، همونطور که کمی پیش اشاره کردیم، یعنی تمام ثروتها، شأن و منزلت و جلال ملتها به او که شایسته است میرسه. آری، تمام موجودات به وسیله او و برای او آفریده شدند. بنابراین در نهایت حق به حقدار میرسه و دعای خیر بدرقه راهشه، یا همیشه و همه وقت مردم از صمیم قلب او رو صدا میزنن به این خاطر که آرزوی قلبیشون رو برآورده کرده. امروزه انسان‌ها چه آرزوهای قلبی دارن؟
چیزهایی مثل صلح و نیکویی. متاسفانه امروز صلح و نیکویی نیست. مردم درماندن. صلح، امنیت و نیکویی وجود نداره. ببینید که در آیه 7 چی میگه و صلح برقرار باشد. و در آیه 16 میگه باشد که بذر فراوان بر زمین باشد. یعنی نیکویی و صلح زیادی بر زمین باشه. بنابراین مردم براش دعای خیر میکنن به این خاطر که صلح، شادی و نیکویی رو به جانهاشون بخشیده. استراحتی میکنیم و برمیگردیم تا بخش آخر رو بررسی کنیم که در مورد برکات پادشاهی مسیحه. میدونیم یکی از خصوصیات این پادشاهی عدالته. درست. و مرزهای این پادشاهی تمامی دنیاست. بعد از استراحت درباره برکات این پادشاهی صحبت میکنیم. بینندگان عزیز به زودی برمیگردیم، با ما همراه باشید. برای مطالعه کتاب مقدس راه‌های بسیار زیادی وجود داره و برای من مفیدترین راه مطالعه شخصیت‌های اونه. مثلا متن‌هایی که درباره یک شخصیت در کلام خدا وجود داره رو جمع‌آوری می‌کنم و هر کدومو می‌خونم تا اون شخصیت رو بهتر بشناسم. البته که این کار مانع از مطالعه تمام کتاب مقدس، فصل‌ها و آیات نمیشه، اما به طور کلی دوست دارم بیشتر درباره شخصیت‌های کتاب مقدسی مطالعه کنم و یاد بگیرم. به آخرین بخش برنامه خوش اومدین. در حال مطالعه مزمور 72 هستیم و با هم بریم و سوال هزار رو بشنویم. در عنوان و ابتدای این مزمور نوشته شده سرودی از سلیمان و در انتها میگه پایان دعاهای داوود پسر یسا. آیا این مزمور داووده و یا سلیمان؟ برادر یوسف، نویسنده چه کسیه؟ داووده یا سلیمان؟ خب در حقیقت نویسنده سلیمانه چون اینجا اومده. اما پایان دعاهای داوود پسر یسا یعنی چی؟ یعنی آرزویی که پسر یسا در دعاهای خودش به حضور خداوند می برد اینه که پادشاهی مسیح بیاد، به این خاطر که مسیح موعود از نسل داووده. می تونیم کلام پایانی داوود رو در نبوتی که در کتاب دوم سموئیل فصل 23 هست بخونیم. داوود پسر یسا این آخرین کلام اوست. او چی میگه؟ میگه پادشاهی که با عدالت حکمرانی و از خداوند پیروی میکند، مانند نور خورشید در آسمان بی ابر میدرخشد، خورشیدی که نورش بعد از بارندگی سبزه ها را درخشان میکند. اینها آخرین کلمات داوود از طریق نبوته و آخرین دعاهای داوود که در مزمور 72 ذکر شده و هر دو در پادشاهی هزار ساله و سعادتمند مسیح یکدیگر را ملاقات می‌کنند. پس آخرین جملات داوود از طریق نبوت در دوم سموئیل اومده و آخرین دعای مرد پارسا در مزمور 72 اومده که هر دو در یک محل همدیگر را ملاقات می‌کنند. یعنی مکاشفه نبوت و آرزوهای قوم با خدا زمانی به تحقق می‌پیونده که مسیح بر زمین سلطنت می‌کنه. بسیار خوب، اجازه بدید چند آیه بخونم که برکات پادشاهی مسیح رو بفرمید. به تصویر می‌کشه و از آیه 17 شروع میشه. می‌فرماید نام او تا ابد پاینده و شهرتش همچون آفتاب برقرار باشد. همه مردم از او برکت ببینند و او را متبارک خوانند. متبارک باد خداوند خدای اسرائیل، او یگانه خدایی است که کارهای شگفت‌انگیز انجام می‌دهد. نام مجید او تا ابد متبارک باد. شکوه و جلال او سراسر جهان را فرا گیرد. آمین آمین. برادر یوسف، برداشتتون از این کلمات چیه؟ در اینجا ما پادشاهی مسیح رو در رتبه ملکی صدق می‌بینیم. اگه ملکی صدق رو در پیدایش 14 به خاطر داشته باشید، او خدای متعال و بعد ابراهیم رو برکت داد. اینجا هم همینو می‌بینیم. عیسی مسیح ملکی صدق، پادشاه عدالت و صلح، همونطور که در این مزمور میگه. ما برکت رو از مردم میگیریم و اون رو به خدا میدیم و برکت رو از خدا میگیریم و اون رو به مردم میدیم. اینجا هم میگه متبارک باد خداوند خدای اسرائیل. بنابراین این پادشاه برکت رو به خدای اسرائیل میده و نه فقط این، بلکه همه مردم از او برکت ببینند و او را متبارک خوانند. پس متبارک خوندن خدا از طرف مردم و برکت مردم از طرف خدا از طریق این کاهن منحصر به فرد اتفاق میفته که به عنوان ملکی صدق معرفی شده.
در پیدایش فصل 14 میتونیم توضیحی رو درباره او بخونیم. همینطور در مزمور 110 میگه تو جاودان کاهن هستی در رتبه ملکی صدق. اما ملکی صدق چه کار میکنه؟ برکت خداوند رو به قوم میرسونه و برکت مردم رو به خداوند. و البته برکت مردم یعنی هم دو ستایش و شکرگزاری. ما نمیتونیم با دادن چیزی به خدا اونو برکت بدیم به جز اعتراف به نیکویی، برتری و سخاوتش. ملکی صدق پادشاه سالیمه، او پادشاه پارسایی و صلحه. دقیقاً این دو خصوصیت رو چطور در پادشاهی مسیح میبینیم؟ اینجا میگه تا بر قوم تو با عدالت و انصاف حکومت کند و مظلومان را با انصاف دادرسی نماید. میگه انصاف، درسته؟ و در دوران او عدالت و راستی رشد و نمو کند و صلح و کامیابی تا ماه در آسمان باقی هست برقرار باشد. پس صلح و عدالت در پادشاهی مسیحه. داوود و سلیمان نمادی از مسیحن. داوود پادشاه عدالت و سلیمان پادشاه صلح. فکر میکنم آیه‌ای هست که راجع بهش صحبت نکردیم. خدایا به پادشاه بیاموز که با انصاف تو داوری نماید و انصاف خود را به او عطا فرما. نویسنده این مزمور راجع به پادشاهی که داووده و پسرش سلیمانه میگه، اما منظورش خود داوود یا خود سلیمان نیست، بلکه هر دوی اونها، یعنی داوود و سلیمان، سایه‌ای از مسیحن. فکر میکنم در مزمور 45 خوندیم ای پادشاه مقتدر شمشیر خود را به کمر ببند. منظورش سلیمان نبود، چون سلیمان جنگ نکرد، بلکه منظور او داوود بود. اما بعدش میگه سلطنتی را که خدا به تو بخشیده است تا به ابد پایدار خواهد بود. راستی را دوست می‌داری و از شرارت متنفری. اینجا راجع به سلیمان میگه. داوود نمادی از مسیح یا سلیمان؟ در واقع هر دوی اونها. اونا تصویری کامل از پادشاهی مسیح به وجود آوردن. پادشاه عدالت و پادشاه صلح. او پسر داووده و ریشه و نهال داوود. درسته. برکت خدا با شما. به پایان برنامه رسیدیم. بریم و برنامه امروز رو با هزار مرور کنیم. از برنامه امروز چه برکتی گرفتید؟ مردم به دنبال صلح و نیکویی هستن، اما این اتفاق نمیفته مگر در پادشاهی مسیح بر روی زمین. درسته. همیشه این سوال مطرحه که آیا دعا اراده خدا رو عوض میکنه؟ اما از این عبارت که میگه پایان دعاهای داوود پسر یسا، متوجه میشیم ایماندار باید دعا کنه مثل داوود که رابطه خوبی با خدا داشت و تونست اراده خدا رو درک کنه. درسته. این تنها پادشاهیه که به فکر نیازمندان، فقرا و مسکینانه، نه اینکه به فکر افراد قدرتمند باشه تا پادشاهیش رو حمایت کنن. ممنونم. برکت خدا با شما. برادر یوسف، از شما هم بی نهایت سپاسگزارم. بینندگان عزیز، کتاب مقدس می‌فرماید خداوندا شریران همه جا رخنه کرده اند و شرارت مورد ستایش است. زمانی که یک شخص شریر و بدکار بر یک پادشاهی مسلط میشه، اطرافیان او هم معمولاً شریر و بدکار هستند و از پادشاهی او بهره می‌گیرند و نیازمندان و مسکینان کسانی‌اند که پایمال می‌شن. و امروزه می‌بینیم که فقرا در هیچ پادشاهی جایگاهی ندارند و همینطور نیازمندان. اما روزی میرسه که در اون روز شخصی زمام امور رو در دست میگیره که از این افراد پست نیست و شخصی پرجلاله، یعنی پادشاه حقیقی که پادشاهی او در عدالت و صلح. در اون روز فقرا جایگاهی دارند و با نیازمندان با عدالت رفتار میشه و همینطور با ستم دیدگان و بر روی زمین نیکویی خواهد بود. و اون پادشاهی که میتونه با عدالت و صلح سلطنت کنه کیه؟ به جز خداوند عیسی مسیح که روزی با او با خشونت رفتار شد اما دهان خود را نگشود. اگه فقیرید و حقوقتون پایمال شده و مدافعی ندارید، نزد کسی برید که قبل از شما ستم دید و بهش بگید من اعتماد دارم که تو تنها عادل هستی. عدالت رو برای من به جا بیار و من رو از دشمنانم نجات بده. وارد قلبم شو و به من آرامی و اعتماد بده و منتظر روزی باشید که اون صلح بر زمین حاکم بشه. تا دیداری دوباره در برنامه بعد، خدا با شما.
ولكل حبيب دايما معايا 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 أبدا ما يغيب چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلامت تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر فاهای من چراغ راه های من، کلامت تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من. نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ماندگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.